آیا ممکنه هر انسانی روی کره زمین بتونه برای خودش با دستای خودش خونه بسازه؟ آب، باد، خاک، آتش. They're fireproof, hurricane-proof, tornado-proof, earthquake-resistant. چطور میشه برای نیازمندا و بی‌خانمان‌ها و پناهجوها در طول چند روز خونه و سرپناهی بسیار زیبا ساخت با کمترین هزینه و امکانات و کمترین حد آسیب رسوندن به طبیعت؟ کاملی گر خاک گیرد زر شود. چطور میشه که ادبیات کهن ایران و شاعر 700 سال پیش ما الهام بخش ساختن خونه هایی بشه که در فضا هم میشه بنا کرد؟ Earth, water, air, fire and roomy. من خانه نمیدانم کو خانه نشانم ده. این چهارمین قسمت پادکست گوش است، هنر با گوشه، و من آزاده هستم. پادکست گوشه اول هر ماه درباره یک هنر و یک هنرمند پخش میشه و این ماه اول فروردین 1403 در روز اول سال نو این برنامه درباره امیده و ترکیب هنر معماری با انسانیت. اگر آتش است یارت تو برو در اون همی سوز. می تراش و می خراش. My name is Nader Khalili. I'm an architect. غیر از ایران همه جای دنیا اینا رو براش ارزش زیادی قائلن. تمام مسائلی که ما در اینجا مطرح میکنیم یا در فضا همون چهار ارکان آب و باد و خاک و آتش هستن. Trying to build with earth under our feet the structures that will be very useful to people around the world. Shelters only costs, you know, maybe $300 to build. It's very, very inexpensive. بیابان موهاوی در جنوب غرب کالیفرنیا. سال 2000 میلادی، شهرداری برای ساخت اولین نمونه های مصنوعی اقامتگاه روی کره ماه به یه نفر مجوز داده که از 16 سال پیشتر پژوهشاش رو در مورد ساخت خونه های سرامیکی در کره ماه آغاز کرده. The keynote speaker of the NASA in that day said every pound of material we carry to the moon it cost us 2 to 3 pounds of gold. I was hit. Earth is really gold. It's better than gold. It's twice as more, you know, worth of the gold in according to NASA and Moon. مردی عارف مسلک، پرسفر، خطرپذیر و پرتجربه که با الهام از معماری کویری در ایران به این نتیجه رسیده که میشه با نور خورشید خاک کره ماه رو مثل روی زمین توی حالتی شبیه کوره پسخونه پخت و اقامتگاه‌های گنبدی کوچیک مقاوم در برابر شهاب سنگ‌ها برای اتراق فضانوردا ساخت. نادر خلیلی که میگه فقط 8 دقیقه طول کشیده تا در نشستی دانشمندای اداره کل ملی هوانوردی و فضا ناسا متقاعد بشن که میتونن از خاک ماه برای خودشون اقامتگاه موقت بسازن. And then they had given me 8 minutes to talk. But that same day I got invited to go to Los Alamos National Laboratory and instead of 8 minutes stay there as many days and interact with the scientists. اونها توی این مدت کم در همین چند دقیقه پذیرفتن که غرق در پیچیده ترین و جدیدترین تکنولوژی در فضا میشه با ساده ترین امکانات چیزی شبیه به خونه ساخت که قرنها اون بالاها پا بر جا بمونه. یا خانه در آجا یا خانه به پردازه.
او همه چیز رو از کویر ایران الهام میگیره. از خاک کویر ایران، از باد کویر ایران، از خورشید کویر و از معجزه آب و خاک. ما یک ثروت بسیار زیادی در اون معماری سنتی ایران داریم که ارزشش رو وقتی ما متوجه خواهیم شد که اینا رو ما به فضا ببریم. از مولوی الهام میگیره که همیشه بر باد و آب و خاک و آتش تاکید داشته. Air and fire are obedient creatures. They are dead to you and me, but alive at God's presence. Poem by Jalal al-Din Muhammad Rumi. و از خیام که نیمی از فلسفش از جوهر گل ساخته شده. کاش از به یه صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی. نادر خلیلی که معتقد خاک هم روح داره و از پسر خردسالش یاد گرفته فقط باید با خودش مسابقه بده. He was 4.5 years old and we started going around the park. He said, "Baba, Baba, I want to race alone." And he seemed to have enjoyed his race. فراز و شیب بیابانه شدام بنا. او که قهرمانانش مردم ساده و زنده دل ایران بودند، مردم روستاها و کویرنشین‌ها، مردم عادی، 5 سال رو در دشت‌ها و روستاهای ایران سوار بر موتورسیکلت در تنهایی فقط با خودش مسابقه داده و درونش رو کاویده و به دنبال یک رویا بوده. This was the dream of how can we provide shelter to the people in the world with what is under their feet. And I believe that these universal elements, earth, water, air and fire, that these are the solutions. That was the dream. Midway through my life, I stopped racing with others. نادر خلیلی معماریه که بعد از درس خوندن در آمریکا و طراحی آسمون‌خراش‌های مختلف، دفتر پر رونق معماری خودش رو ترک کرده، سهامش رو فروخته و در اوج شهرت و ثروت در نیمه راه زندگی از رقابت‌ها و دویدن‌ها کنار کشیده. رویاهاش رو برداشته و با گام‌های آرام و بی سر و صدا به راه افتاده. رویای ساختن یک خونه ساده. خونه‌ای که هر انسانی در بدترین شرایط مالی و زندگی باید بتونه فقط با دو دستش بسازه. با آب و خاک، با باد و آتش. And as we went along, we found out most of that existed somewhere in history. We just needed to discover it, rediscover it and reuse it. نادر خلیلی در مشت گل رویا و اندیشه و فلسفه میدید و با همون فلسفه ساده مرزهایی رو از کویر ایران تا ماه پیمود و اینجا ایستاد. در شهر کوچک هسپریا در کالیفرنیا در غرب آمریکا که به صحرای مرتفع معروفه، به خاطر آب و هوای کویریش و به خاطر شباهتش با کویر ایران. اینجا بهترین نمونه برای لابراتواره. چرا؟ در اینجا ما در زمستان یخ و برف داریم، در تابستان حقیقتا گرمای بسیار سوزان اینجا هست، طوفان‌های زیاد اینجا میاد، باران‌های ناگهانی میاد و بیش از همه زلزله خیزه. پشت همین کوهای سیمایلی اینجا مرتب زلزله میاد و این بهترین آزمایشگاه برای ما. من فکر کردم که ما باید این کارامون رو در جایی انجام بدیم که حقیقتا آزمایش پس بدن، ولی برای جای ایدئالی که بتونه من لذت ببرم ازش فقط این کافی نیست. این کوزه گرفته چون اینجا ملتی <تص->
از سال 1991 در قطعه زمین در این بیابون که هم زلزله خیزه هم پر از بارندگی بارش رو زمین گذاشته و اونجا با دانشجوهاش خونه ای ساختند از خشت و گل و سرامیک که حالا الگو و مثالی شده برای ساخت توقفگاه های اضطراری پناهجوها، سیل زده ها و حتی فضانوردها. خانه گنبدی در صحرای مرتفع کالیفرنیا به نام مولوی در مؤسسه غیر دولتی خودش به نام کلئرس. This is a poem by the great Persian poet Hafiz. The pupils of my eyes are your abode. I beg you to enter. This house is your house. Must have a quest, a purpose. When you wake up, think about that. It empowers you. شیفته دخترش به یاد داره که برای ساخت این گنبد چه راههایی رو طی کردن. My father, Nader Khalili, who was an architect and humanitarian, he decided that he wanted to learn how to build for people who didn't have any money. For him, it was beyond just building. It was something about sort of a building and a philosophy put together that if by you really trying to understand the natural elements and work with them instead of against them, you can really create things that are beautiful and functional and that they're sustainable and they'll last. نادر خلیلی در کتابش تنها دویدن نوشته در 5 سالی که تنها می‌دویده و بلند پروازی‌هاش رو دنبال می‌کرده فهمیده رویاهاش زمانی با ارزش میشن که احتیاجات و آرزوهای دیگران رو لمس می‌کنه. What we are doing is going to be profiting people and I believe that you could race alone. We don't need constantly, you know. 5 سالی که دست از مهندسی و معماری ساختمان‌های بلند کشیده بود و بعد از سال‌ها درس خوندن در ترکیه و آمریکا به ایران برگشته بود. فرصت‌های طلایی رو که بودجه‌های نفت برای همحرفه‌ای‌هاش در ایران به وجود آورده بود رها کرد و سوار بر یک موتورسیکلت با دوربین عکاسی و دفترچه یادداشت روستاگردی کرد. رویاش این بود که در اوج روزهای صنعتی شدن ایران در دهه 1350 بتونه کاری کنه که خونه‌های روستایی محکم‌تر بشن و روستایی‌ها به همون سبک و روش پیشین خونه‌سازی یعنی خونه خشت و گلی برگردن. موضوع زندگیش از 4 سال قبل از انقلاب ایران در کویر شروع شده بود و میخواست کاری کنه که همه ی آدم ها بتونن با دستای خودشون با خاک زیر پای خودشون برای خودشون خونه بسازن. 30 سالی که من این کار کردم چون قبلا من کارم متخصص آسفالت خراشا بودم بعد ول کردم و یه موتور خریدم رفتم بیابونه ایران ولی باز برمیگردیم به اون اساس اولیه. The architecture built, designed and lived and created all based on that philosophy, how to live in harmony with nature. داستان پسری که در کودکی الهام بخش پدر در مسابقه با خودش بوده میگه پدر متخصصش در ساخته آسمان خراش ها همه شروع اشتیاقش در این بوده که برای میلیون ها انسانی خونه بسازه که رویای داشتن یک سقف بالای سر خودشون دارن. It wasn't serving humanity or the earth. My father's passion was the fact that there's over a billion people in the world who have inadequate housing today. The solutions my dad came up with were how to build a home cheaply and be taught to anybody. خلیلی توی یادداشتش نوشته در کویر دیوارها زودتر از درختها رشد میکنن در ازای آب کمتر. من با 1000 سطل آب میتونم دیوار گلی بلندی بسازم که 1000 سال به من سایه بده با خاکی که هدیه ایست از زمین. هر سطل آب در ازای 1 سال سایه. Is it really all the concrete and cement that we stick it together or is it by itself to stand up, careful laying, making of all these bricks that are important. It is a meditative process. رویای
تصویری نادر خلیلی این بود که انسان بتونه با دست خاک و آب رو چنان ورز بده که به حجمی اندازه خودش برسه، شبیه به یک پیله برای انسان. بعد آتش عظیمی در اون برافروزه و پیله گلی خودش رو بسوزونه، پیله به سنگی بزرگ تبدیل بشه و بعد این خونه پخته شده رو با لعابی از سرامیک بپوشونه، در اون فضایی به وجود بیاره که بتونه بشینه، بخوابه، راه بره، بپزه، بخوره و زندگی کنه. گرما و بارون و باد به چنین خونه‌ای نمیتونه صدمه‌ای بزنه و حتی زلزله‌های مخرب هم آسیبی بهش نمیرسونه. انقلابی در پیوستن هنر معماری با سفالگری، زندگی پرشور تازه‌ای در معماری مرده، خونه‌هایی که بدون بریدن درخت‌ها، بدون سیمان و بتون و فولاد ساخته میشن. My solution starts from elementary school. Don't teach children that's the only way to build a house. Because that needs wood. That needs trees. If you change that image which we carry for the rest of our lives and if instead of that we have an arch, then you can create anything, even with pieces of branches you can create these structures. 5 سال موتور سواری و سفر و زندگی جاده‌ای او بین روستاهای ایران صرف توضیح و امتحان و آزمایش همین ایده شد. ایده‌ای که آدم‌ها با دهن باز بهش گوش می‌کردن، از بس ساده و معمولی بود. استاد بناها و کاشی سازها و تنور سازها و کارگرای کوره پسخونه‌ها با شگفتی به نمونه‌های کوچیکش خیره می‌شدن و مسئولان اداری با پوزخند امروز و فردا کردن و سردووندن و پاسخگو نبودن به چنین ایده‌ای بی‌توجهی می‌کردن. در سالهایی که ایران در مسابقه صنعت و پیشرفت و واردات و مدرن شدن از بعضی کشورها جلوتر بود، گوش شنوایی هم برای شنیدن این ایده نبود که آدم می‌تونه از خاک رس خونه بسازه و به معماری به عنوان یک عنصر پایدار در محیط زیست توجه کنه. اما نادر خلیلی چشم از پشت بام‌های به هم پیوسته با منحنی‌های نرم یزد و طبس و کرمان بر نمی‌داشت، از تاق‌ها و گنبدهای زاییده خاک و خشت و گل. نگاهش رو از گنبد شبستان‌های مسجدها نمی‌گرفت، از بادگیرهایی که پشت خودشون رو به بادهای سوزان بیابون‌ها می‌دن و نسیم ملایم رو داخل خونه‌ها می‌فرستن و خونه رو خنک نگه می‌دارن. نگاه او به یخچال‌های چند صد ساله طبیعی در گرمترین شهرهای ایران بود که یخ در سایه دیوارهای چینی بلندشون برای مردم تهیه می‌شد. تمام اون بناهای ماندگار زیبای خشت و گلی که بر اساس محاسبات فنی و تئوری‌های ریاضی و فیزیک امروز ساخته نشدن، بلکه بر اساس جرأت پرواز و آزادی روح و اعتماد به خاک شکل گرفتند و قرن‌ها سر جای خودشون موندن. دنیای تخیلات و رویاهای نادر خلیلی به اندازه دنیای حقیقی دیگران حقیقی بود. ولی حتماً باید این تصویرها رو برای مردم عادی و کارمندهایی که کارهای این دنیای واقعی رو در دست دارن توضیح میداد. از ترکیب خاک رس باید میگفت، از درجه مشخص حرارت و روش سرمایه گذاری توی خونه سازی و اقتصادی بودن این نوع خونه ها در بازار روز و خلاصه با سطح فکرهای مختلف برخورد میکرد. جایی برای تعریف معجزه آتش برای مهندس و معمارا نبود. نادر خلیلی یک روز در بیابان در دفتر یادداشتش نوشته: امروز 50 سطل گل از خاک رس و ماسه علک شده ساختیم. مخلوط آن به قرار زیر است. 40 سطل خاک رس، 10 سطل ماسه. این مخلوط مناسب و کار کردن با آن راحت بود. خاک داریم، آب داریم، آتش داریم، باد داریم. این نیستش که ما به گذشته برمیگردیم. بهترین گذشتمون رو برمیداریم و از آینده میبریم. فرمولی که خلیلی نوشته فرمول ساده‌ای بود، ولی نه در سطح مسئولان و نه روستانشینان. کسی نمیخواست خودش رو از شرایط معمول و روزمره دور کنه. کسی حرف اونو قبول نمیکرد. پس خلیلی به آمریکا بازگشت.
تهش رو به سازمانی در نیویورک داده بود که از اون مدارک و توضیح بیشتری خواسته بود و حالا باید از خونه های کوچک فروتن خودش در ساختمان 70 طبقه در نیویورک دفاع می کرد. همون شهری که 16 سال پیش با کشتی وارد شده بود. بعد از ماه گردش با پای پیاده و سواری رایگان در اروپا با یک کوله پشتی و سری نترس و جوانی پرشور و زبان انگلیسی شکسته و ناقص. از استانبول جایی که درس خونده بود تا نیویورک پیش رفته بود. با نیروی درونی که او رو به جلو می برد. در کشوری که رویاها و بلند پروازی ها در اون حکم فرما بودند. اگه ایده هاش در آمریکا پذیرفته می شد، به قول خودش کله گنده ها تو کشور خودش ایران هم از ایده هاش حمایت می کردن. هموطنانش در دل سرزمینش با همین خونه های خشتی باستانی فقط در صورتی حرفش رو می پذیرفتن که آدم هایی تو این ساختمون ها، تو این آسمون خراش های بزرگ صنعتی در یک کشور دیگه با تهاش موافقت کنن. ما رنگ باخته شدیم. رنگ خودمون در مقابل غرب باختیم و ترسمون از باید حتما اینا به ما جایزه بدن و کارهای ما را قبول داشته باشن تا ما خودمون قبول داشته باشیم. اما اون سازمان در نیویورک هم با طرحش موافقت نکرد. سودی در این طرح نبود. نادر خلیلی به ایران بازگشت. کسی که به حرفهای خلیلی گوش کرد ملکه ایران فرح پهلوی بود که خودش معماری خونده بود. او باید از خاک فروتن ولی زیبا در برابر طرح‌های شاهانه دیگه ای دفاع میکرد که معماران و مهندسان برای ملکه برده بودند. نام پروژه‌اش رو گذاشت گل تافتن. فرح پهلوی با شوق و اشتیاق زیاد از پروژه خلیلی حمایت کرد. اما دفتری که باید به او پاسخ میداد نزدیک به یک سال او را از وزارتخونه به کمیسیون و از اداره های مختلف و مدیرای مختلف به دفترهای مختلف معرفی میکرد. کسی اهمیتی به پروژه ضد زلزله او نمیداد و اینکه میگفت زلزله هایی که در این منطقه از جهان داریم مثل پدیده بدبختی فقط روی بیچاره ها فرود میاد. جنگ با این زمین لرزه ها و سیل ها و ساختن خونه های مقاوم در برابر اونها دلیل اصلی بود که بر ایدش توی اداره های مختلف پافشاری می کرد. هر چقدر هم که رنجیده و خسته بود. چطور این همه مدت با رنج و مشقت و درد و انتظار در کارشکنی های دولتی و اداری باز هم کوشید تا آتش آرزوهاش رو شعله ور نگه داره؟ با لذت و شوق آفرینش، با تخیلات شورانگیز، با نیروی عظیم درونی برای تقدیم و تقسیم آرزوهاش با دیگران، با آفرینش اثر هنری که با دست در روستاها آفریده میشه. مدتی ارکان بودم، یک مدتی ایوان بودم، یک مدتی چون جان بودم، جانانه شو من در دل آتش پروانه شو هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با هم خانه شو. زمین لرزه طبس برای او شاهدی بود که از غیب رسید. شهر تاریخی و قدیمی در کنار کویر با معماری بیابان و خاک که از قرنها پیش یاد گرفته بود چطور خودش رو با کویر تطبیق بده. همزیست بودن کامل با طبیعت بدون غلبه بر طبیعت. اما یک زمین لرزه یک شبه تمام این زیبایی رو نابود کرد و هرچه از خاک برآمده بود بر باد رفت. زمین لرزه در شهریور 1357 حرفهای خلیلی رو ثابت می کرد که چطور خونه های جدید با تیراهن‌های سنگین توی همچین جایی فرو ریختند، اما گنبدها و تاخهای خشت و گلی سالم موندن. ثابت میکرد که شکل‌های هندسی گنبدی در زمین لرزه‌ها مقاوم هستند، چون گنبد مثل حباب صابون پایه و اساس مقاوم و طبیعی داره. طبس با تمام تلخیش این ایده رو شکل داد که گنبدهایی با خاک رس بسازه و اونها رو در جا با آتش بپزه تا یک پارچه و محکم بشن. باید میتونست این گنبدها رو روی پایه‌های شن و ماسه لغزان بسازه تا موقع زلزله روی شن و ماسه بلرزن.
اینطوری زمین لرزه هر چقدر هم که شدید باشه باز هم نمیتونه اون رو ویران کنه. اما زمین لرزه طبس در کرانه یک زلزله دیگه از یادها رفت. تا بهمن 57 در 40 سالگی جهت زندگی او هم مثل بقیه مردم ایران تغییر کرد. چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟ همه را بهمن 57 مشکل او تغییری نکرد، بیشتر شد. مشکل اصلی بازسازی روستاها از دید نادر خلیلی کمبود پول و نیروی انسانی و مصالح نبود، بلکه بازسازی طرز تفکرها بود. رادیو و تلویزیون بعد از انقلاب 57 انتظارهای روستاییان رو بالا برده بودند و بیشتر روستایی‌ها هم فقط آهن و بتون و سقف مسطح و پنجره‌های بزرگ شیشه‌ای رو قبول داشتند، نه بازگشت به سنت‌های قدیمی روستایی در خونه‌سازی رو. روزها گذشت و عاقبت کوره رها شده کاشی‌پزی در روستایی الهام بخش خلیلی شد که اتاقی رو با روش خودش، روش گلتافتن در روستا بازسازی کنه و بالاخره با این کار اعتماد مردم جلب شد. مدرسه‌ای در جوادآباد ورامین و 12 خونه قدیمی روستایی رو گداخته کرد و گلتافتن را آزمایش کرد. لعاب ساخت شبیه به لعاب‌های 500 ساله کاشی‌های اصفهان و با دستگاه دستی سمپاشی به دیوارها و سقف لعاب پاشید. خونه‌های سفالینی ساخت از آب و خاک و باد و آتش که هیچ طوفان و زلزله‌ای در اونها اثرگذار نبود. اینها لحظه‌های شادی بود که او به رویاهاش رسیده بود. او گفته تمام این لحظه‌ها با اون همه سال رنج برابری می‌کنه. اینها شدن نمونه‌هایی از رویاهاش برای ساخت پناهگاه اضطراری که در آمریکا، آلمان، هند، ژاپن، پاکستان و مکزیک سر و صدایی به راه انداختند. اما سر و کار داشتن با کارمندا و اداره‌ها بعد از انقلاب هم بی‌فایده بود. حتی جهاد سازندگی هم قانع نمی‌شد. ساختمان‌های جدید و قدیمی رو با این روش گداخته و مقاوم کنه. مسئولین به او میگفتند ما باید با دنیای پیشرفته جلو بریم، نه اینکه عقب افتاده باشیم و به عقب بریم. او به جای وصل نبود و از او میخواستند که وصل باشه. 2 years after revolution I was still working in the villages with the students and people to build. I had problem with the government with everybody else that they didn't let us continue the work very well because we were not political involved, but architecture doesn't need to be involved in politics too much. بر هر چه که میلرزی میدان که همان ارزی. پس ایران رو ترک میکنه. اگر آتش است یارت تو برو در اون همیسوز به شب فراق سوزن تو چشم باش تارون مخالفت همی کشت و موافقت همی کن چو لباس تو در آنم تو لباس بست می دونست. مبارزه و مسابقه تک نفره نادر خلیلی در آمریکا به محض بازگشتش شروع شد. کشوری پر از قانون و کد و مقررات برای ساخت و ساز، با سابقه بیش از یک قرن خونه سازی با چوب و الوار و چسب و عایق‌های سمی و تخت سلایی و سقف و دیوارهای کاذب. حالا باید به آمریکایی‌ها ثابت می‌کرد که خونه واقعی و مقاوم و گرم و زیبا و دلپذیر باید سقف گنبدی داشته باشه و از خاک و آب ساخته بشه و با آفتاب و باد گرم و سرد بشه. باید مدام توی کنفرانس ها و سمینار ها و سخنرانی ها شرکت میکرد تا ثابت کنه برای ساختن یه خونه ساده نیازی به قطع درخت ها و جوشکاری فولاد و خرید سیمان و پلاستیک و مصالح غیر طبیعی نیست. زمین کافیه و خاکی که باید از زیر پا بیرون بکشیم. خاکی که در دست آدم خردمند به طلا تبدیل میشه. کاملی گر خاک گیرد زر شود.
نادر خلیلی با اون سر پر از رویا و نیتی که آتش درونش رو شعله ور نگه داشته بود، اتوبوسی کرایه کرد و با 22 انسان با روح‌های مشتاق به سمت جنوب و غرب آمریکا به راه افتاد. گروهی از دانشجوهای آمریکایی و آفریقایی، عرب، ارمنی، کانادایی، کوبایی، هندی، ایرانی، پاکستانی، ترک و روس. تقریبا از تمام قاره‌ها و همه دین‌های اصلی. از نقاش و نجار تا مکانیک و سفالگر و نویسنده و موسیقیدان که همشون دنبال ساده‌ترین و زیباترین نوع پناهگاه انسانی ساخته دست بشر بودن. بعد از آزمایش خاک بیشتر بخش‌های آمریکا، این گروه به زمین غنی رسید در کالیفرنیا، هسپریا. که به آمریکایی‌ها نشون بده در شهر کوچکی به نام بوشرویه در حاشیه دشت کویر ایران در خراسان و در شهر تاوس در صحرای نیومکزیکو صدها ساله که مردم شبیه به هم خونه می‌سازن. دو شهر در دو سوی جهان که از وجود هم بی‌خبرن. دو فرهنگ، مذهب، نژاد و رنگ پوست کاملا متفاوت و در این حال معماری مشابه. معماری که طبیعت یادشون داده بود. گنبدهای گلی و خانه‌های خشتی و روش سفالی کردن خونه‌ها. یک طرف سفال ایرانی، طرف دیگه سفال بومیان آمریکا. The philosophy of permanence. The architecture that work uses the sun, the wind, the gravity. That to me what the true architecture is all about. نبودی جذب های اوی تو گر نبودی. اما آمریکا کشور مقرراته و در این حال کشوریه که بر اساس سیستم و برنامه‌های استاندارد میچرخه. درست بود که خونه‌های خلیلی شبیه به خونه‌های معمولی در آمریکا نبودن، اما همین که میتونست کدها و مقررات رو رعایت کنه، میتونست هر نه رو به بله و هر غیر مجازی رو به مجاز و مجوز تبدیل کنه. نادر خلیلی سال 1995 مجبور شد متخصصانی رو از آزمایشگاه خصوصی استخدام کنه و با هزینه بسیار زیاد ازشون بخواد تمام مصالح رو آزمایش کنن تا نتیجه رو به سازمان‌های مسئول ایجاد کدها و مقررات ساختمان سازی ببره و تاییدیه اونها رو در مورد امن بودن این خانه‌ها با این مصالح اینقدر ساده و معمولی بگیره. نتیجه این خونه ها در مقابل طوفان و زلزله و سیل و آتش سوزی چنان مقاوم بودند که داشتن دستگاه های شرکت آزمایشگر را از کار می انداختند. The same official 6 years later stood there inside that building and told CNN World News these structures are stronger than our testing equipment because the testing equipment began to break and they stopped the tests. چطور باید معنویت و مسائل درونی رو به واقعیت تبدیل کرد؟ چطور باید به کسایی کمک کرد که نمیدونن معماری و ساختن خونه دیگه نباید در دست یه عده محدود باشه و هر کسی میتونه با دانشی درباره ترکیب مصالح، طبیعت و هندسه برای خودش خونه‌ای بسازه از خاک و باد و آب و آتش؟ اینها پرسش‌هایی بود که نادر خلیلی روزش رو با اونها شب می‌کرد. چه موقع غذا خوردن، همراه با کودکان، با خوراکی‌هایی که می‌تونستن از اونها خونه خشت و گلی بسازن، چه با ماکت‌ها و مدل‌های کوچکی که هر روز به دست دانش آموز و دانشجو و هنرجوهای سراسر دنیا در کلرز ساخته می‌شد. او جایی ایستاده بود با شهرتی جهانی، با 3 کتاب منتشر شده درباره ساخت خونه‌های سرامیکی که هر کسی می‌تونست بسازه، با 3 کتاب ترجمه شعرهای مولوی، با 10 سخنرانی در دانشگاه‌ها و مراکز هنری و معماری در اروپا و آمریکا و نهادهای مختلف سازمان ملل و
و در مقابل دوربین ها و خبرنگاران شبکه های خبری برای گزارش کردن خونه سازی با سیستم خاک رس پخته. صبح که شما از خواب بلند میشین حقیقتاً اگر یک دریم یا ایدئالی نداشته باشین هرگز اون روز شما روز معنی‌دار در زندگیتون نیست. Quest is something that moves you. You will not be able to stay put in one position mentally and spiritually without doing something truly meaningful in life. چه درخواست و نیتی مهمتر از این که بتونی برای پناهجوها، زلزله زده ها، آسیب دیده های جنگ و سیل و طوفان در طول یک تا دو روز پناهگاه های کوچک بسازی. نزدیک خلیج فارس ساختیم با خواسته سازمان ملل بعد از پناهندگان عراقی که اومده. فعالیت های ما در مثلا در زلزله پاکستان یا سونامی یا دارفور سودان اینا همه نشون میده که چطور شما میتونید در یک جای دنیا هر جای دنیا برید و زیر پاتون رو بکنید و با همون خاک برای خودتون مسکن بسازید. ابرخشت یا سوپر ادوبی با کندن زمین زیر پای آدم ها آغاز میشه و خط کشی دایره ای. کیسه های شن از خاک مرطوب محیط اطراف و درصد بسیار پایین سیمان پر میشه. کوبیده میشه و بر روی هم در طرح دایره ای چیده میشن تا سقف. کیسه ها با سیم خاردار به هم وصل میشن برای مهار حرکت های جانبی یا زمین لرزه یا پس لرزه. اینها روی هم سازه های گنبدی شکل به وجود میارن که تا سقف ادامه داره و به خاطر شکل هندسی گنبد هماهنگ با نیروی جاذبه زمینه، نه مقاوم در برابرش. دم زن تا بشنوی زان آفتاب. جای پنجره ها بر اساس تابش نور خورشید در تابستون و زمستون در نظر گرفته میشه و دودکش بلندی که بادگیره علاوه بر تهویه هوا خونه را در تابستان خنک نگه میداره. سطح بیرونی و داخلی خونه ها رو میشه با هر سلیقه و رنگ و شکلی از کاهگل تا بطری و سرامیک و کاشی تزیین کرد. این ساختارهای دایره‌ای ساده با اتصال و ادغام در هم قابلیت به وجود آوردن فضاهای بزرگ، متنوع و کارآمد در مناطق کویری رو دارند. نادر خلیلی آموزشی رو در حد 1 تا 3 روز در مؤسسه غیر دولتی خودش کل ارث شروع کرد. به داوطلبانی که از آفریقای جنوبی، مکزیک، مغولستان و ده‌ها کشور دیگه اومده بودند تا باعث بشه اونها هم در هر کشور دیگه‌ای بتونن چه برای خودشون، چه برای دیگری، چه برای نیازمندها در گروه‌های 3 تا 5 نفره خونه بسازن. تمام تاکید بر هماهنگی این معماری با محیط و جغرافیای هر جایی بود که قرار بود اونجا خونه ساخته بشه و استفاده از هر چیزی که برای محیط زیست کم زیان تر بود. ابرخشت‌های زیبای او از مؤسسات او در کالیفرنیا فراتر رفتند. به اردوگاه های پناهندگانی راه پیدا کردن که سازمان ملل حتی در خوزستان بنا کرد. در یک محل خریدار نداره، همه جای دنیا خریدار هست. و ایالت های مختلف آمریکا که طوفان خیز بودن. و البته به آزمایشگاه ملی لوس آلاموس در نیو مکزیکو. I got invited to go to Los Alamos National Laboratory, stay there as many days and interact with the scientists of how to build on the moon and Mars. With these concepts, I saw these guys are so smart. ابرخشت‌ها و تلاش‌های او برای کمک سریع به نیازمندا و بی‌خانمان‌ها برای او جایزه‌های فراوان معماری از آقاخان تا مؤسسه معماران آمریکا را به دنبال داشت. او همه جا با افتخار اعلام می‌کرد که خالق این روش نیست و همه چیز را از خونه‌های خشت و گلی سرزمین خودش از ایران خودش الهام گرفته که صدها سال با همین روش در اونجا خانه ساخته شده. اما در کشور خودش، در ایران خودش جایی برای او نبود. گرفتارم به دام غربت و درد، نیام دمی ناشایی. در زمین لرزه مهیب بم او که از خشت و گل درس معماری گرفته بود و در ساخت تاق و گنبد مهارت داشت
و فناوری جدیدی رو با سنت‌های دیرینه ترکیب کرده بود، دوباره به دولت ایران این بار در زمان محمد خاتمی پیشنهاد همکاری داد. تنها خواستش این بود: 1000 سرباز و 100 دانشجوی معماری در اختیار من بگذارید. ما بم رو در کوتاه‌ترین زمان با کمترین امکانات و بیشترین مقاومت در مقابل بلایای طبیعی دوباره خواهیم ساخت. وزارت مسکن ایده های او رو جدی نگرفت. یکی از معاونین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در نامه‌ای با تمسخر روش ابرخشت یا سوپر ادوبی نادر خلیلی نوشت: ابتدایی است و در شرایط فعلی چندان در خور توجه نیست. نیستن، هیچ دولتی زیاد دوست نداره داخلش بشه، به خصوص وقتی که در موقعی ضرورت و صانعه های بزرگ پولای خارجی میریزه در داخل ایران یا یک جایی دیگه، در اون موقع همه البته چشم دارن که به چه شکل اون پولا رو مصرف کنن. همین ایده ابتدایی که از دید مسئولان ایران در خور توجه نبود، برای ساخت اقامتگاه در ماه به شدت مورد استقبال دانشمندان ناسا قرار گرفت. اونها بعد از ارائه و سخنرانی خلیلی در واشنگتن دی سی هیجان زده به او گفتند که اونقدر به دنبال کارهای پیچیدند و اونقدر فقط روبرو رو دیدند که نمیدونستن با 4 عنصر طبیعت روی ماه هم میشه خونه ساخت. هرچند عمر نادر خلیلی به تموم کردن پروژه اقامتگاه روی ماه قد نداد و 15 اسفند سال 1386 در 72 سالگی در کالیفرنیا از دنیا رفت. اما او الهام بخش پروژه‌های بعدی ساخت خونه در ماه و مریخ و زمین شد. با ایده ساده و خاکی و فروتنانش از ساختن و پختن خاک هر جایی که روش ایستادیم. ما وقتی شروع کردیم برای کره ماه یا مریخ طرح کردن بر اساس معماری یزد و کاشان و گذشته ایران، وقت متوجه میشیم که 4500 سال معماری خاک ایران چه ارزش بزرگی داره. الهامی که از یک بیت شعر مولوی اومد در خیام و حافظ پیدا بود، در رویاهاش جان گرفت، براش به آب و آتش زد. Is this path I'm going is the right way? Maybe it's wrong. We always are doubting ourselves. زندگیش رو بر سرش قمار کرد، جوونیش رو صرف عمق دادن این رویا در روستاهای ایران کرد. این لب خشکت گواهی میدهد کوب آخر بر سر منبع برسد. در بیابانی در ناکجا آباد براش سرمایه گذاری کرد، آموزش داد، انسانیت رو با اون گسترش داد. Be around those who have the right energy, right spirit, and then you'll find your way. Totally. کودکان رو مشتاق کرد. بی خانه ها رو با اون دلشاد کرد. آدم ها و سازمان ها رو متوجه غیر اخلاقی بودن روش ساختمون سازی در جهان کرد. All material is almost for free. و آدم های چند قاره رو با طبیعت و خاک آشتی داد. اندکی جنبش بکنم چون جنین، تا ببخشن در دو چشم نوربین. مولانا نمیگه یه حرکت کنیم، کاری بکنیم، دنبال این میدت اون باشیم. رو سر بنه تنها مرا رها. بعد از رفتن او، دختر و پسرش شیفته و دستان و دوستان و همکاران نزدیکش نهاد غیر دولتیش رو باز و زنده نگه داشتند.
برای آموزش و برگزاری کارگاه و بازدید از خانه های خشتی و آموزش از راه دور. اونها راه او رو همچنان ادامه میدند. راه کسی که الهامش رویایی شد برای دویدن. تنها با خودش مسابقه دادن و تا ماه رفتن. And your entire life should be really based on two words. می تراش و می خراش. قلم نگاهت رو می تراشیدن، کاغذ رو می خراشیدن. فقط همون کارو که می کنی در حقیقت جزء آرمان شماست، اینا رو فقط ادامه بدید. سبزه خاک ما تماشا گهکی. عاقبت در کشور خودش نسل‌های بعد از اون مسئولان پشت میز نشین تشنه همین راه شدند و گوشه و کنار ایران خونه های خشتی او سر برآوردند. او تا آخرین لحظه عمر با خودش مسابقه داد. از ایران تا ماه. برای رفع آتشی که میدونست آبی گوارا در انتظارشه. حتما به منبع آب میرسید، به سرچشمه میرسید. دلیلش هم نیست که اون تشنگی رو روی لب شما بذاره. آبی گذاشته که منتظره شماست. اون میدونست که باید بتراشه و بخراشه تا رویاش دنیا رو در بر بگیره. اندر این راه می تراش و می خراش تا دم آخر دمی فارغ مباش. اگر آتش است یارت تو برو درون همی سوز. ممنون که تا این لحظه تا آخرین جمله های این پادکست همراه گوشه بودید. تهیه تک تک لحظه های این برنامه برای ما بسیار زمانبر اما بسیار لذت بخشه و تنها رویای بچه های گوشه که تنها می دوند همینه که این پادکست تصویری و صوتی حداقل بر زندگی یک انسان تأثیر بگذاره. لطفاً ما رو همه جا با شناسه گوشه بی پس و پیش دنبال کنید. GOOSHE. سال جدید پر امید و تا اول اردیبهشت 1403 یک هنر و یک هنرمند دیگه. تو مگو همه